آبا میتونی از روی تخت اون بر چیز منو بیاری؟ بچه من یه دقیقه برم دفتر خود کارم بیارم. من سلام میگم. تو سلام بگو تا من بیام. سلام هشت نفر هستم. سلام مجدده آقای انده اومد. من خب من اومد. آقای اندو هم اومد. خوبیم بچه ها؟ همطوری. امیدوارم حالا تو خوب باشه. آقا میگه گوشه منو بیاری. درود آقای اندو. سلام سمیه خانم، خوبید؟ اگه صدای من یه کمی عقب جلوه بچه ها بگن که من هنسفیریمو بذارم. من صدای شما خوب دارم. خوبه؟ اوکی. الان توی اینم رفت و برگشت چون بعضی وقت صدا بر میگرد آقای اندو. خب خوبه بچه ها. اوکیه. احوال شما خوش میگذره؟ ممنونم قربان شما سلامتی. من الان به همه بچه ها بابت درگذشت آقای انصاریان هم تسلیت میگم و باید مواظب بود. من دیروز یه پست در مورد علی دایی هم گذاشتم که رفتم سفارت ژاپن. گفتم علی درگیر کرونا، یعنی وقتی دیدم اصلا شوک شدم. اگر عزیزاشون، یعنی اونا یه جور عزیزن بر عزیزت ما، یه جور اسطوره‌ان دیگه. شون حالا رعایت بکنن تا این دوره بگذره ببینیم که به کجا میرسیم. دقیقا بله. یه ذره صداتون تیت میشه، تیکه تیکه میشه. خب بزنی هنسفری بیارم. بله. الان چطور آقای اندو؟ الان فکر کنم بهتر شده. خب اوکی. هنسفیری شما درست شد؟ پیشی دیگه دست نمیزنه به؟ نه درست نشده. Can I ask a question? بفهم؟ خب من شما در مورد این موضوع که قرار می صحبت بکنیم بگی، چون من پستی که ارسال شده میخوام در مورد همونم صحبت بکنم. بله. فکر میکنم موضوع امروز همون نگاه مردم ژاپن به سبک زندگی دیگران بوده یا مقایسه با همتای ایرانی. در کل تو ایران همون پستی که شما پیش به هم فرستاده بودید، اونجا هم نوشته بود که مثلا تو ایران کلیشه فرهنگی یا فرهنگ کلیشه‌ای خیلی زیاد دیده میشه و به کسانی که از این کلیشه خارج میشن همیشه نگاه بدی دیده میشه. مثلا نمیدونم، مثلا زن و مردی که خیلی اختلاف سنی زیاده، یا مثلا یکیش خیلی مثلا زن بلندتر از مرد باشه، قدش مثلا، سنش مثلا زنش بزرگتر باشه از مرد. این کلیشه البته فقط ایران نیست، تو ژاپن هم کم و بیش دیده میشه، مخصوصا تو ژاپن. اصلا ژاپنی ها خیلی به نظرم جوگیر هستن. میدونی چی میگم؟ یعنی یک مثلا مودی، فشنی، چیزی میاد جدیدم میاد، همه به اون سمت هجوم میارن
شیرجه میزنن و تیپ و قیافش هم همون مثلا مدت بسیار کوتاهی عوض میشن و همه یک دست میشن. اینجا چون پیشم هست بعضی وقتا سر و صدا میکنه، نمیدونم صداش میاد. خلاصه فقط ایران نیست، اما توی ایران باز یعنی هنوز از ژاپن همچین فرهنگ کلیشه‌ای خیلی تأثیر بیشتری از ژاپن داره به نظرم. بله، حالا مثال های دقیق تر که حالا شما مطرح کنید منم مثلا در مورد پوشش میدونی آی بچت یکی از خانم دکترها دیروز نوشته بود که وای تفلک بچت مریضه ها، این بچه مشکل داره، اینو ببر دکتر، اینو ببر دکتر حالشو خوب کن، قیافه شبیه بچه های سالم و معمولی نیست. این خیلی بده برای یه مادر. میدونی من در مورد خودم خیلی در مورد آوا مثلا همه میمدن میگفتن وای آوا تفلک مریضه ها، این بچه انقدر ضعیفه. نه این خانم دکتر داشت میگفتش که اینقدر نظر ندید، اگر اون شخص میاد پیش دکترش و دکترش میده اون بچه چیزیش نیست، تمومش کنید، هی ادامهش ندید، روحیش رو و حالش رو خراب میکنید با این وصف. ولی نمیدونم تو ژاپن چطوری، آیا مثلا این همچین صحبتی میشه میگن که مثلا وای بچت اینطوریه، وای چرا لباسش اینجوریه، چرا لباسش رو مثلا خوشتیپ چرا نمیگردونی، این حرفا میزنن؟ این بستگی به شهر و کلن شهری که شما زندگی میکنی. مثلا من یه زمانی توی یکی از روستاهای استان سایتاما کار میکردم کشاورزی، یعنی تمام این اهالی کشاورز بودن و من تا اون موقع کلن جنوب سایتاما زندگی کرده بودم، یعنی جنوب سایتاما که تقریبا توکیوه، شهر بزرگی اصلا کشاورزی اینجا نداره. و رفتم روستا بعد همون 29-30 سالگی بوده، برای اولین بار یه سری آدم های کاملا متفاوتی رو اونجا دیدم. چه آدم هایی بودن؟ این چشم هم چشمی بله، و مقایسه خود با دیگران. اون منطقه شهرستان کلن خیلی قویه، من اصلا همچین آدم ها رو ندیده بودم و باعث تعجبم بود اون موقع. مثلا چی؟ مثلا یکی تازه خونش رو مرمت کرده، قشنگ شده، مثلا پشت سرش میگفتن مثلا یه پول در آورده احتمالا و این حرفا، یا مثلا یکی ماشین جدیدی خریده، ماشین نو خریده، یا مثلا میگفتن کجا اینقدر پول داشته اون یارو همچنان. بله بله. یا حتی خود محصولات کشاورزی، مثلا این یارو هر سال مثلا خیار رو درست، یعنی خیار خشک نمیتونه درست کنه این حرف. خب یا مثلا یارو تنبل، شالیزارش همیشه گیاهای اضافه زیاد روش میکنه، نمیدونم این حرف. خیلی زیاد، خیلی زیاد بود. کلن شهرستان ها این شکلی هم حتی توی ژاپن. و حالا داستان برمیگرده مثلا 10-15 سال پیش که من دانشجو بودم توی ژاپن، اون موقع همکلاسی هایی هم زیاد داشتم که از شهرستان ها می آمدن. مثلا کجا؟ مثلا شمال ژاپن یا غرب و جنوب ژاپن، که منم هیچ وقت سفر نکرده بودم اون منطقه، اصلا خبری نداشت. دیدم کلن حسودی، حسادت،
چشم هم چشمی، اینا خیلی زیاد مشاهده میشد از دستشون و حقیقتش خیلی خوش هم نمیاد، خوش هم نمیاد بعد این همچین آدم ها. حالا نمیگم مثلا تو سایت ما همچین چیزی اصلا موجود نیست، ولی حداقل توی خانوادم، توی همسایه هامون یا دوستامون که توی سایت من داشتم خیلی کم اینا رو، این حرفا رو شنیده بودم، این کارا رو دیده بودم. برای همینه که من برنامه‌های ژاپن رو که میبینم مثلا میگم خب چرا انقدر تکرارش میکنه، هنوز که هنوز مثلا هی برنامه هایی داره که در مورد همین موضوع که مثلا شما میری به طرف میگی شما چاق شدی، بعد نشون میداد که وقتی اون خانوم این حرفو به اون یکی خانومه گفته، اون خانومی که اینو شنید چه اتفاقی براش میفته، تا چند روز ذهنش درگیر. خیلی این برنامه رو نشون میده ها، پس داره فرهنگ سازی میکنه جهت اینکه خب یه کمی سکوت کنیم و ببینیم که مثلا قبل اینکه حرفی رو بزنیم بدونیم که چه انرژی داریم میدیم به طرف مقابل. و خیلی به نظر من جالب بود اینکه مثلا بعدش چی میشه. مثلا اون یک حرف خیلی خیلی کوتاهه، ولی کلی از ذهن اون طرف درگیر این بود که این به من گفت من چاق شدم، حالا من چیکار باید بکنم. یه میرفت تو آینه خودش رو نگاه میکرد، کلی چاله. این فرهنگ سازی خیلی جالب بود برای من. پس مقدار این آدمو کم نیست تو ژاپن که باید بدونه. دقیقا. من هم اگه دروغ نگم مثلا بچگیم به دوستان، به همکلاسیم، البته من خودم خیلی کوچیک بودم، 9-10 سالگی بود، به همکلاسیم مثلا میگفتم دبو. دبو اصطلاح دیگه یعنی چاق. همون به کلمه رسمی خطوط دیرو میشه، خطوط دنه مثلا، ولی دبو یک اسم به آدم چاق یا توپولی میگیم. خب ولی انگار من میگفتم مثلا دبو دبو، دیگه گریه کرد. بعد آره، بعد دیدم این یک کلمه خیلی زننده هستش و خیلی اذیت میشه. و کلن این کلمه دبو توی مدرسه‌مون ممنوع بود، ممنوع شد. حالا سر این قضیه من نبوده، کلن اون موقع خیلی زیاد شنیده بود این حرفا، دبو اینا. حالا من فکر کنم میگم مثلا بعضی بچه هم میگن و دوستانش اذیت میکنن با این کلمات، با این خیلی بچه ها میگن همون ببو گلابی خودمون، خپل گامبوی تا اصطلاحات داریم. آره. خیلی این موضوع این که مثلا بهش ریز شدن و دارم بهش دارم. من یادمه که دوره ما این آموزش ها بود، مثلا توی تلویزیون مثلا میگفت به فلان این حرف رو نزن، حس خوب نمیده، اینا خیلی مثلا گفته میشد. ولی الان فکر میکنم تو کارتون ها مثلا هی دارن سعی میکنن که به بچه آموزش بدن، چون به نظر من یه آموزشیه که از تو خونه ها، از تو مدرسه ها، از تو مهد کودک ها شروع بشه، طرف بیشتر درگیرش میشه، بیشتر احساسش میکنه. و حالا این پستی هم که من برای شما فرستاده بودم خیلی هم بازخورد داشته بود توی چیز. مثلا من چپ چپ نگاه کردن رو خیلی نمیبینم، مثلا طرف لباسش یه جور خاصی باشه یا مثلا تیپش، حالا نمیدونم، شاید من فقط سر لباس محلی که پوشیده زن افتادم جینجای اینجا، دو تا دختر دیدین، نمیدونم تو یوتیوب دیدم لباس بلند قرمز، آره تو یوتیوب فیلم کاملش رو گذاشتم، مردم فقط نگام کردن. یا مثلا یه بچه به باباش میگفت اتوسان اتوسان میته میته، هی به باباش میگفت نگاش کن نگاش کن. بله بله، آره در همین حد بود، مثلا چپ چپ و اینا نبشه، انرژی های خوب بود. یا امروز داشتم، من تقریبا چند وقت دارم تحصیگار جمع میکنم با یه چیزی، همه میامدن میگفتن مرسی که داری این کار رو میکنی، یعنی هر کی میمد کنارم رد میشد
میگفت مرسی که داری این کارو میکنی و تشکر میکرد. بیشتر جنبه چیز دارن. من احساس میکنم ژاپنیا تو تشویق خیلی چیزن، اغراق میکنن، سوگوی سوباراشی، نمیدونم، ما دو تا کلمه ژاپنی حرف میزنیم، دو تا کلمه ژاپنی هم سوگوی، نه سوگوی میگم کجا سوگوی، دو تا کلمه. حالا این برداشت منه، شما نظرتون چیه؟ آیا بله بله دقیقا همونطوره. کلا ظرفیت پذیرش تنوع آدم ها اینجوری شاید گفته بشه تو ژاپن کم نیست، ولی میگم حالا تو ژاپن هم از بس این فشار همگونی که من همیشه تو این لایو با شما میگم، این فشار یک دستازی توی ژاپن خیلی زیاده زیاده، ولی باز در اصول آدم ها با کار دیگران کاری با کار دیگران کاری نداره. نره. کاری نداره، هر کس سبک زندگی خودشو داشته باشه، نظر و را حتی تیپ و قیافه خودشو داشته باشه، کلن همچین پذیرش تنوع توی ژاپن بیشتره. آقای اندو، از اول که ژاپنی ها اینطوری نبودن بودن؟ نه 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 اینطوری نبودن. چه تمرینایی کردن؟ چی کار کردن که مثلا اینطوری شدن؟ ببینید، فکر میکنم این پدیده توی همه کشورها باید مشاهده بشه، برای اینکه یک کشور یا یک جامعه مدرن بشه. این یک مدرن سازی بوده. جامعه مدرن به نظرم از آدم مستقل شروع میشه. آدم مستقل یعنی آدمی هستش که به طور مستقل فکر کنه و زندگی خودشو برنامه ریزی کنه. توی مثلا نسلهای پدرم یا پدر بزرگم که دیگه نیاز به گفتنم نداره، خیلی جامعه ژاپن سنتی تر بوده، سنتی تر بوده. وقتی توی بر یک جامعه سنت خیلی حاکم باشه، بله حاکم باشه، طبیعتا آدم ها هم دیگه شبیه همه، شبیه هم، حتی از تیپ و قیافه گرفته تا طرز تفکرشون، طرز تفکرشون. و اون موقع طبیعتا کنترل هم دیگر یا نظارت به هم دیگر خیلی زیاد دیده میشه، بیشتر دیده میشه، و خلاقیت جامعه هم طبیعتا کمه هم توی همچین جامعه. مثلا یکی اجازه نداره که مثلا خودش مثلا سر تا پا لباس صورتی بپوشه، من هنرمندم، نه، این دیوونه میشه، فقط یک دیوونه دیده میشه. ولی توی جامعه که کاری با هم دیگه ندارن، آدم های مستقل توش زندگی میکنن، همچنین آدم ها میتونن به راحتی خیابان را برن. این تفاوت جامعه سنتی و مدرن هستش. ولی خب من 10 سال پیش هم توی ایران بودم، تهران بودم، و گفتم اون موقع من پایین شهر زندگی میکردم، الان که پایین بالا هم نیستم ولی وسط میانه، بله میانه، شاید اینم یکی از دلایل باشه. ولی ظرف این 10 سال خیلی طرز تفکر آدم ها تغییر کرده، من خودم شاهدم، خیلی دقیقا تغییر کرده، بهتر شده. بله، من خودم به عنوان یک غیر ایرانی اینجا راحت تر زندگی میکنم الان نسبت به 10 سال پیش. بله بله، خب درسته که خیلی خود مثلا خارجی ها تو ایران زیاد هم بیشتر نشده، اتفاقا کمتر هم شده، ولی باز من که حالا یه فرهنگ و پشت زمینه متفاوتی به عنوان یک فرد ژاپنی دارم، اینجا راحت تر زندگی میکنم در کل. به نظر من ایران توی یه گذره، یعنی گذره از خیلی از بله. تابوهایی که
روش همش برچسب های دست نزن بوده، مردم اومدن مثلا بچه ها مخصوصا بچه های خانواده ها یعنی توی خونه اومدن گفتم مامان چرا این، بابا چرا این. خب بعد بابا و مامانه نمیدونستن چرا این. خب بعد الان دارن میشکافنش، بچه هم میره میشکافه با مخصوصا با کمک اینترنت فضای یعنی شبکه‌های اجتماعی که الان هست یا همون یوتیوب یا همون گوگل، بچه میره میشکافه بعد میاد میگه که مامان این که تو داری میگی درست نیست. این که آره و مثلا همگی با هم متحول دارن میشن، همگی با هم دارن یه گذری رو تجربه میکنن و این همراهی والدین خودش مهمترین قسمته. یعنی من همیشه مثلا همه من میگم وای ایران، میگم بچه‌ها یعنی این گذره خیلی حس خوبی میده، یعنی شما باید امیدوارتر باشین، بهتر قدم بردارین، دقیقتر نگاه کنین. نمیگم همه میتونیم خوب متقاعد باشیم، همین الان توی همین ژاپنش هم با این فضای آزاد ما آدمایی داریم که مثلا دوست ندارن تغییر بکنن، ولی درصد بهتر شدن رشد جامعه به این بستگی داره که این چالش ها رو بپذیره. و من خودم هر کی به من میگه که ایران چطوریه، من میگم ایران رو من هر روز دارم، مخصوصا مردم، حالا سیستم که بماند که حالت راکت داره و اصلا انگار فرای این جامعه، ولی مردم خیلی دارن روز به روز بهتر و بهتر میشن. من هر وقت پیج آدم حسابی ها رو میبینم کلی کیف میکنم، چون که داریم نشون میدیم، داریم مثلا میگیم آقا خوبی کردن یکی از مهمترین قسمت های زندگیته، اینو یادت نره، اینو فدای چیزای دیگه نکن. حالا در مورد این موضوع هم که الان شما گفتیم میخوام ببینم که یه جامعه ژاپن یکی از دلایلش که این گذرا کرده قوانینش بوده 100%. میدونی مثلا من بلند نمیشم برم به همسایه بگم که ساعت 9 شب ساکت باش بچه من میخواد بخوابه، یه قانونی هست که 7 به بعد دیگه باید ساکت باشه، یه قانونی هست، یه پروتکل هایی هست بین خودشون که نه. مثلا توی لایو های بچه هایی که موسیقی دارن کار میکنن تو ژاپن اینو خیلی میبینم که میگن ما نمیتونیم 7 به بعد مثلا دایره بزنیم، سنتور بزنیم، اجازه نداریم. و ولی خب تو ایران اینطوری نیست، تو ایران مثلا اگر طرف دلش بخواد شاید این کار بکنه. نه من تو آپارتمان نبودم که همسایه‌مون نوازنده باشه. حالا شما توی این چیزایی که من دارم میگم آیا به نظرتون گذر مردم ما چقدره؟ یعنی من مثلا پیجایی مثل این پیجی که مثلا پستشو برای شما فرستادم خیلی کمک میکنه، یعنی همیشه حرفم اینه که وقتی دارید کسی رو میبینید ببینید چه تغییری در شما ایجاد میکنه، ببینید چه تحول، همه چی که سرگرمی نمیشه، بعضی وقتا یه سه چیزا رو باید یاد بگیری. شما چطور میبینید توی این تایمی که تو ایران بودید و همه اینا جمع بشه ببینیم ببینید الان ایرانی ها دارن کشور خودشون و جامعه خودشون رو با کشورهای یا جوامع دیگه همیشه مقایسه میکنن، مقایسه میکنن و ایران رو از دید خارجی ها میتونن نگاه کنن. این یک پیشرفتیه که توی این 10 سال به وجود آمده، بیشتر دیده میشه. مثلا من قبلا یک پستی رو توی اینستاگرام دیدم، الانم پیجش رو فالو میکنم، یه جمله های خیلی جالبی نوشته بود. توی اداره ها این کارمندان اصلا خدمت نمی کنن به ارباب رجوع، به مشتری ها و پشت میز فقط مثلا نمیدونم پیام میدن، چت میکنن، تلفن با خانواده یا رفیقش حرف میزنن، هر هر میکنن و مشتری ها صف میگیرن میزنن و اصلا خیلی منتظر و نوبت هستن، شروع میشه. خب چرا که اونا وظیفه شون رو ایفا نمیکنه.
حتی توی کوچکترین اجتماع هم همچین پدیده دیده میشه. چطور میشه که مگه یک کشور، یک مملکت درست اداره بشه؟ این چنین به اصطلاح چطور میگم، نگاه بسیار منطقی ایرانیان 10 سال 15 سال پیش کمتر بود. خب خیلی ها میدونستن، البته میدونستن، ولی با همین کار که فقط به از دولت، از حکومت بدی یاد میکردن دیگه کفایت میکرد. الان نه، الان مردم میدونن، خیلی هم مستحضر هستند که از دم پاشون یه کاری باید شروع کنن. این خیلی برای من جالبه از لحاظ جامعه شناسی یا کلن به عنوان یک خارجی که توی ایران زندگی میکنم، این تحولاتش خیلی جذاب بوده. و یه چیز هم میخواستم بگم حالا یادم رفته. خلاصه بله، توی ایران هم همچین پدیده دیده میشه. و دوباره به هم سر این که مثلا خود ژاپنی ها خب قدیم هم در مورد خیلی از موضوع، مثلا در مورد غیبت، در مورد حالا حسادت، فضولی، نمیدونم اینا توی ژاپن چه جوری بوده، هنوز هست یا نه نیستش؟ من احساس میکنم هست. بله بله هستش، متأسفانه کم رنگ شده و تو ایران هم داره کم رنگ میشه. آره تو ایران داره، تو ایران هم داره خیلی کم رنگ میشه. آره و... آره و خیلی بله. موضوع جالبی، یعنی که مثلا ما توی کتابامون خیلی موضوع داشتیم، غیبت نکنید، دروغ بگید، انگار گوشت برادرتون رو دارید میخورید، این حرفا زیاد داشتیم، ولی عملا توی زندگی شخصی و مثلا حالا اجتماعیمون خیلی ازش تبعیت نمیکردیم. ولی الان میدونم که دو چه حسابیه که خیلی دارن مردم تلاش میکنن که این باورها رو عملی کنن، دونی؟ این که لمسش کنن تو زندگی، توی شرایطی که دارن پیش میرن. الان همون چیزی که میخواستم بگم یادم اومد، بحثش بحث آزادیه در واقع به نظرم. این بحث آزادی همون دوران مشروطه تو ایران اولین بار شنیده میشه. اون موقع هنوز کلمه آزادی هم نبود، حریت میگفتن. و این حریت رو خیلی نخبگان، ادبا و سیاستمداران و متفکران تلاش کردند که با خود آموزه اسلام تطبیق بدن. و اون موقع دو تا بحث محوری خیلی مهمی داشته، یکیش آزادی بود، یکی دیگه قانون، یعنی باید قانونمند باشیم، باید جامعه آزاد باشه، این حرفا. خب من خودم شخصا به همچین چیز مباحثه خیلی علاقه داشتم و دنبال میکردم. الان که متاسفانه دیگه تاریخ شناسی رو ول کردم، اومدم همینجوری من خودم خارج از دانشگاه مطالعه میکنم، ولی بازم توی جامعه ایران به نظرم این دوتا در واقع موضوع یا مسئله حل نشده است. حالا قانون، در مورد قانون، قانونمندی که دیگه فکر نمی کنم من اینجا لازمه یه چیزی بگم. همینطور که شما هم حتماً بله همه میدونید. و آزادی، خب آزادی به نظرم فقط آزادی سیاسی نیست. آزادی سیاسی خودش ریشه توی آزادی اجتماعی داره. اجتماعی، آزادی اجتماعی یعنی چی؟ یعنی
بحثش برمیگرده به همون بحثایی که به از دیگران سوال نکنیم، با کار دیگران کاری نداشته باشیم. خب اینا آزادی اجتماعیه. اگر یکی اجازه نداشته باشه که یکی مثلا پیر مرد از سر تا پا لباس صورتی بپوشن به خیابان، اگر همچنین اجازه نداشته باشه، دیگه این جامعه آزاد نیست. نیست. بله. تو ایران که حالا به قول شما در حال گذر هستش، هنوز این همچنین مثلا پیرمرد رو تجربه نکرده. یه مثال میزنم، به عنوان مثال گفتم. خلاقیت هم همونطور هستش به نظرم. مثلا توی پیج های اینستاگرام، البته خلاقیت فقط بس اینستاگرام نیست، میدونم، به عنوان مثال میگم، مثلا پیج های اینستاگرام ژاپنی و پیج های اینستاگرام ایرانی وقتی شما میبینیم با هم مقایسه میکنی، پست های ایرانی در کل، میگم حالا سو تفاهم نکنی، در کل همه شبیه همه. بیشتر شوافه. بله. حالا شما بهتر از من میدونید. بله. یعنی ولی آقای گزاره کم میشه. یعنی یه دوره‌ای اومد همه اینستاگرام یا همه شبکه‌های اجتماعی شده بود این سبک. ولی خود اینستاگرام حتی به پیجایی مثل کیم کارداشیان اینا اومد گیر داد، گفت تو داری حس بدبختی به مردم میدی. دیدی چی میخوام بگم؟ وقتی تو خیلی مبلای خوشگل داری، نمیدونم هر روز لباسای شیک میپوشی، خب همه که نمیتونن اینطوری باشن، که همه که پیش خدمت و اینا ندارن، تو داری به جامعه بیرون حس بدبختی میدی. در نتیجه خود اینستاگرام اومد کلی تغییرات درست کرد، گفت بیاید خود واقعیتون رو نشون بدید. چرا چالش های صورت های بدون آرایش اومد، نمیدونم لباس های خونگی اومد، اینستاگرام خود اینستاگرام داشت از این فضای چیز پول در می آورد، ولی دید جامعه‌ای که داره از این فضا استفاده میکنه همه دارن افسرده میشن، همه دارن به سمتی میرن که اصلا حس ناامیدی بهشون دست میده وقتی اینستاگرامشون رو باز میکنن. ولی الان اومده گفته که خودتون باشید، یه زندگی واقعی خودتون رو بدید، نشون بدید. من متوجه شدم. آره. بله. توی ایرانم این موضوع بیشتر به خاطر اینه که اصلا سبک زندگی ما تو ایران خیلی متفاوته. مثلا ما شاید به خاطر یه غریبه بلند شیم مثلا فلان ظرف رو بخریم، ولی به خاطر خودمون این کار نمی کنیم. ولی توی ژاپن مثلا من تلویزیونی که نگاه میکنم، حتی به خاطر فیلمبرداری تلویزیونی هم نمیاد خونش رو تغییر بده. همون خونه شلوغی که یک مادر بچه دار یا یه فرد کارمند که نمیرسه زندگیش رو تمیز کنه نشون میده و میگه که این سختی ها رو داره. پذیرش این سختی از طریق تلویزیون و فضایی که ژاپنیا دارن نشون میدن، برای اونایی که تجربه این زندگی رو ندارن، اگر بخواد بره مثلا اون زندگی، میگه وای اگه من بچه بیارم خونم اون شکلی میشه، پس باید اینو تحمل کنم، یا اگر نمیتونم تحمل کنم بچه رو نیارم. خب این چند تا موضوع خیلی جالبه که من مثلا دقت میکردم، میگفتم خیلی این موضوع کمک میکنه به اینکه ما با واقعیت‌های زندگی مواجه بشیم. مثلا خیلی از دوستای من به ازدواج که کردن بچه دار شدن، میگفتن اگه مامان ما میگفت که بچه داری انقدر سخته ازدواج نمیکرد. آره من ازدواج نمیکردم. اگه میگفتن شوهرداری انقدر سخته، من داشتم میخوردم و میخوابیدم، من داشتم اشغالم میکردم. میدونی اون همیشه یه کاور خوشگلی روش هست. ولی الان خیلی ها اومدیم داریم میگیم نه اینجوری هم که نیست، همیشه گل و بلبل نیست، تو خونه دعوا هست، با بچه دعوا میکنی، خیلی مسائل رو داریم نشون میدیم. جرأتش رو پیدا کردیم، ما جرأتش رو نداشتیم، ما ایرانی ها مخصوصا، چون که اول از همه زیر ذره بینی، وای چرا این کار رو کردی، وای نمیدونم بی کلاسیه،
این حرفا خیلی زیاد میشه تو بین ما، ولی در مورد ژاپن احساس میکنم این حرفا زده نمیشه. یعنی خیلی راحت مثلا طرف خونه مثلا همسایه روبروی ما که قبلا اینجا بود، مثلا شوک بودم نمیتونستم تو خونه قدم از قدم بردارم، ولی خیلی راحت به من گفت بیا تو. درسته که ماها سریع میایم جمع میکنم خونه خودمونه ها، خودمون داریم پیش زندگی میکنم، ولی ژاپنی میگه من اگر خودم تو این شرایط دارم زندگی میکنم، تو هم اگه میخوای بیای تو همینه که هست، من به خاطر تو کار خاصی نمیکنم. بله بله. آره تو ژاپن خادی بندی خیلی کمتر دیده میشه و همون به قول شما یه کاور خشک روش هست که در واقع توی خانه های ایرانی وقتی که مهمان نمیاد یه کاور روی مبلا هست که کثیف نشه و مهمان میاد اونا رو بر میدارن و انگار همیشه روش میشینن. بله بله، همیشه اونا رو استفاده نمی کنن. حتی یه اتاق مخصوصی هم دارن که فقط مهمان ها میتونن اونجا غذا بخورن استفاده کنن. بله بله اینجوریه، ولی تو ژاپن حالا درسته اینا کمتر دیده میشه. آره و میگم این من خودم مثلا میگم که من خودم شخصا نمیتونم این همه شلوغی رو تحمل کنم. من فکر میکنم که ما اگر یه روز یه پلتفرمی به نام رسانه ملی واقعی داشته باشیم، یعنی بره تو خونه های ایرانی ها، ما هم تو این سطح زندگی ها رو داریم که مثلا طرف خونش خیلی کثیفه، خیلی همه جا ریخت و پاشه، پر آشغاله، و مثلا تو ژاپن همچین برنامه‌ای هست که میرن کمک میکنن خونش رو تمیز کنن. اگر روزی همچین پلتفرمی داشته باشیم ما هم داریم، ولی خب الان هیچی نیست و مثلا مشخص نیست که چند درصد این موضوع. ولی این که نشون میدن، این که مثلا میان همه موضوع رو باز میکنن و در مورد افسردگی افراد صحبت میکنن، خودش باعث میشه که جامعه خودش هی مثلا میگه ای مثلا من اگر به این موضوع عادت کنم ممکنه که اینطوری بشه، یه درصد احتمالی رو به خودش میده. و الان به نظر من شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام خیلی 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 میتونه کمک بکنه به مردم ما، چون میدونید که همه الان اکثریت ایرانی ها یا توی اینستاگرام یا حالا تلگرام و واتساپ هن و همه دارن از این فضا استفاده میکنن. این فضا خیلی کمک میکنه که درک کنن که بابا بقیه جای دنیا همه چی گل و بلبلیست، همه اینجوری ترگل ورگل و کرواز زده ننشستم پشت چیز. الان مثلا بعد از کرونا که خیلی جالب بود که مثلا طرف یک کت پوشیده پایین شورتک و این داستان که ما اینجوری که نیست، ما فکر میکنیم نیست. بله بله، اتفاقا چند روز پیش هم یک فیلمی دیدم، فیلم ژاپنی البته که من ندیده بودم، یکی از شاگردانم به معرفی کرد و گفت استاد حتما نگاه کن و من نگاه کردم، به اسم شاپلیفترز. من بیکی کازوکو رو به ژاپنی میگیم. تو یوتیوب جانا؟ تو یوتیوب دیدی؟ بله تو یوتیوب هم بود، منتها زیر نویس نمیدونم زبان کجایی بوده، زبان فکر کنم قندونزی و همون بوده، فیلیپینی و اینا بوده، انگلیسی نبود. ولی چون خیلی معروفه و من هم میشناختم، چون خیلی یه وقتایی حتی تو تلویزیون هم نشون میدن، ولی من شانس نداشتم تو ژاپن ببینم و اینجا برای اولین بار دیدم. دیدم که داستانش در مورد قشر پایین ژاپن بود. بله قشر پایین یعنی چی؟ یعنی حتی شغل درست حسابی هم این زن و مرد بوده که نداشتن و کودک آزاری میکردن، نمیدونن کودک ربایی میکردن، حتی آدم کشی میکردن، دزدی میکردن، یعنی تمام بدی های ممکن رو توش میبینن. بله این چنین فیلم رو تا حالا
می ساختن ولی تو کل دنیا انقدر معرفی نمیشد. بعد من بعدا حالا ریویو هاشو دیدم خوندم، مثلا چرا این حرف این فیلمی رو که مثلا جنبه های منفی ژاپن توش کشیده شده به دنیا پخش کردن، ای کاش این کار نمی کرد. خب ولی این درست نیست. خب ژاپن هم فقط گل بل بل نیست به قول شما. خب تمام بدی ها را تمام به صلاح دنیای یه جامعه سیاه هم توش هست در واقع هست. اینا رو باید یعنی حالا نمیگم مثلا اینا رو باید معرفی کنید، ولی اینا هم هست. کنار همون گل بل بل ها باید بدونیم. و مثلا همین اینستاگرام هم که شما گفتین قبلا فقط همون آسمان خراش ها، برج ها، نمیدونم اون مناظر شبانه قشنگ توکیو فقط مثلا معرفی میکنم نشون میدادم، ولی الان حتی کوچه پس کوچه های توکیو، حتی بلش ساختمونای متروک توکیو، خب یا همون کارتون خوابای توکیو، اینا هم توی اینستاگرام قابل مشاهده است. آره. خب اتفاقا چند روز پیش هم من میخواستم همچین پیج رو تو پیج خودم به بچه هم معرفی کنم که و کنارش هم میخواستم بنویسم مثلا توکیو فقط آسمان خراش ها نیست، توکیو فقط همون چهارراه چیبویا نیست. فقط چهارراه. آره اینا رو میخواستم بگم. خلاصه بحثش برمیگرده به یه کلمه ای ما توی ژاپنی داریم میگیم توشیندای. توشیندای توشیندای یعنی همقد، یعنی میگیم همقد خودتون باشید، همقد خودتون باش همیشه، نه بزرگتر نه کوچکتر. بله این توشینده. یا مثلا یک کلمه دیگه هم داریم سوناو. سوناو توی دبستان معلم ها همیشه میگفتن سوناو نی ناری نسای، سوناو نی ناری نسای. سوناو در واقع مترادف دقیق فارسی رو نمیدونم چی میشه، حتما هست. سادگی میشه گفت، سادگی رو راست میشه گفت، درست یه همچین چیز هست که مسلما یکی از حسنهای آدمیت آدم. یعنی دیگه خالی بندی نکنید، خودتون رو بزرگتر نشون ندی، همینطوری که هستی خوبه و قشنگه، همون رو نشون بده. همینطوری که شما فکر میکنید، احساس میکنید، حرف بزنید، فقط همین. و توی ایران هم البته همون پندار نیک، گفتار نیک، رفتار کردار نیک، بله اینا هست. شاید شبیه هم باشه اینا این حرفا. من توی ایران کردارنیک پندارنیک رفتار نیکو با اون ساروهای نیکو نیکو هستش. ساروها چشتو به بنگوشتو بگیر دهنت رو، حالا اونو اگر الان میشه توضیح میدی که شیزی ها رو یه همچین چیزیه. بله یک زیارتگاه، اون زیارتگاه بوده، معبد یا معبد توشوگو، توشوگو توشوگو خود توشوگو که چیز دیگه زیارتگاه، نه معبد بودایی، زیارتگاه شینتو هست توی شهر نیکوه استان توچیگی. آره. که به سبک معماری فوق‌العاده قشنگی معروف هستش. آره. سراسر کشور و سراسر جهان توریست ها میان اونجا نگاه میکنن، عکس میگیرن، خیلی معروفه. یکی از معروف ترین
معماریش، ساختمانش، سردرشه. سردر توتوگو دور تا دورش منبتکاریه، منبتکاریه. و مثلا منبتکاری حیوانات زیاد میبینید اونجا، خرگوش هست، گربه هست، میمون هست، اسب و حتی دورنا و اژدها ها و همه که توی منبتکاری شده خیلی قشنگه، رنگی هم هست. یکی از اینا سه میمون هست، سه تا میمون بهش میگیم سنزرو. و سنزرو این هم در واقع کلمه بازی هستش، میزرو، کیکزرو، یعنی میزرو یعنی نمیبینم، ندیدم، میزرو. و کیکزرو، کیکزرو یعنی نشنیده، نشنیدن. و ایوازرو، ایوازرو یعنی نگفتن. اینا در واقع خیلی فلسفه های عمیقی توش هست، حالا هر کس یه جوری تعریف میکنه، ولی این ندیدن، نشنیدن، نگفتن در واقع باعث چی میشه؟ باعث آرامش زندگی آدم. من اینجوری برداشت کردم. دقیقا من هم همینو میگفتم که تو نشنوی برای اینکه آروم باشی، نبینی بازم برای اینکه آروم باشی، و حرف نزنی بازم برای اینکه. همین الان که این موضوعی که امروز ما داشتیم در موردش صحبت میکردی همین بود، چیزی نگو، نظر نده، اگر قدش کوتاهه، اگر نمیدونم تفاوت سنی داره، اگر چاقه، اگر لاغره، ساکت باشیم. این سخن من، این کلام من چه سودی برای من داره؟ اتفاق بعد از این برای من میفته؟ من همیشه میگم آدم نگاه کنه خودش رو، بذاره جای طرف و ببینه که آقا اون طرف میخواد اون حرف رو به من بزنه، من چه احساسی به هم دست میده. اگه احساس خوبی دست میده بگم، ولی وقتی نمیدونم چیه پس نگم خیلی بهتره. خیلی بهتر. این چند روز پیشم به پیکاسو پیشنهاد دادم که در مورد یاد بگیریم سکوت کنیم. یعنی ما یه جاهایی که نباید سکوت کنیم سکوت میکنیم، من یه جایی که باید سکوت کنیم سکوت نمیکنیم. و این تشخیص این خیلی الان جدیدن چیز شده، همه میام میگم مثلا در مورد مثلا پیج من، وای بچه چرا اینجوری پوشیده، وای مثلا چرا اینجوری، بابا خب این منم، مثلا دوستان مدلی باشم دیگه، من نیومدم اون چیزی که شما میخواییم باشم، من اینم و دوستان این شکلی باشم و با صحبت شما نه تغییر میکنم نه چیز. شاید بعضی از دوستان بیان نظر بدن، پیشنهاداتی بدن که روند زندگی من بهتر بشه یا نمیدونم روند رشد یه اطلاعاتی به من بدن، ولی این که بیای شخصی یه چیزی رو بگی، این واقعا دور از انتظاره، چه برای من چه برای هر کس دیگه که داریم دوره بر خودمون میبینیم. برای همین الان این سانزارو سنزرو میگیم، بله سنزرو. واقعا وقتی من دیدمش همین حس مسی فریده جان، واقعا حس همین کردار نیک، پندار نیک و رفتار نیک به هم دست داد که وقتی این کارو بکنی یه چیزی از خودت پیدا میکنی و سعی میکنی که. من حالا با سکوت در همه جا موافق نیستم و بعضی وقتا باید هم حق خودشو بگیره، ولی که مثلا در مورد ظاهر دیگران بخوای نظر بدیم اصلا دوست ندارم، موافق نیستم. منتها حالا در پایان لایو من یه چیزی باید اشاره کنم که درسته، خب کسی به کسی دیگه کاری نداشته باشه، این اگر همه اینجوری زندگی کنن خیلی زندگیمون راحت سر و قشنگتر میشه، ولی اون موقع یعنی ته تهش رو شما نگاه کنیم یه جوری احساس نیستی بهت میده، یعنی کسی به شما توجه نمی کنه، راجع بهتون حرف نمیزنه، خب و شما هر کاری بکنه هیچکی نه از خوبی بهت یاد کنه نه از بدی. خب اون موقع یه جوری حس یعنی بله
پوچ، حالا پوچ که خیلی شدیدتره، ولی یک حس نیستی بس میده و توی شهرهای بزرگ ژاپن مثل توکیو، اوساکا، خیلی از ادبیات، مانگا، انیمه، ایگا، فیلم اینا ساخته شده که سوژه مهمترین سوژش همین غربت و تنهایی و حس نیستی و پوچ و پوچ زندگی و اینا هستش. توی ایران درسته که به نظرم هنوز بیش از حد اینا زیاده، خب، ولی از بس حس هستی به هم میده این کشور، این مردم. بله. درست کرده بودن، نمیدونم دیدین یا نه، شما دختر، یه دختر مشهدی توی مشهد پیاده راه میرفته که گویا از طرف پلیس فتا رفتن گفتن و فیلم، حالا نمیدونم از کدوم سمت، نمیدونم از کجا، اینا فیلمشون هست کردن از تو پیج خودشون، ولی پیجای دیگه دارن و فیلم در مورد این هستش که یه دختر تنها داره تو خیابون راه میره و قربونت برم یک لحظه ایشون بدون الفاظ از رد نشد توی خیابون، یعنی هر کسی چیزی گفت، همین چیزی که شما میگی. من اتفاقا وقتی اینو پست کردم، شیر کردم تو استوری، نوشتم که انقدر که ما توی اون جامعه بودیم، وقتی من اومدم تو ژاپن اولین شبی که تنها داشتم میومدم و آدم ها از کنارم رد میشدن، احساس میکردم نیستم آدم، یعنی انقدر که بی‌توجهی بود که اصلا من احساس میکردم اینجا کجاست، من کجا دارم راه میرم و یه لحظه فهم گم کرده بودم. بله بله، دقیقا همینو میخواستم بگم. اینجا که من حتی سر کوچه خرید کنم، مثلا یک مشتری که قبل من مثلا تو مغازه بودش ازم میپرسه اه شما کجایی هستی؟ اینجا چیکار میکنی؟ این اصلا این حرفا توی ژاپن محاله. بعید میدونم مثلا شما وقتی خرید میکنی یکی این حرفا رو بزنه. خیلی سمبالا مثلا کسی که سمبالا این کار میکنه. بله بله، سمبالا. بله، پیرمردا. بله. البته اینجا هم همینطوره، بیشتر پیرمردا اینجوری صحبت میکنن. مثلا میان جلو، بعد دو سه بار توی مترو مثلا تو قطار اومدن مثلا پول شکلات دادن برای بچه ها، یه آقای پیری اومد دست منو باز کرد، دو تا 500 ینی گذاشت، گفت برو براشون اوکاشی بخر. بعد من همین جوری داشتم نگاه میکردم، گفتم مگه ما گدایی؟ بعد نادرستم گفتش که نه، تو ژاپن اینجوریه که به بچه خودشون خوراکی نمیدن، پولشو میدن مامان بابا خودش بره مثلا اون چیزی که صلاحه برای بچه بخرن. بله بله. آره، دو سه بار این اتفاق افتاده. شهر ما شهر کوچیکیه، اوتونومیا شهر کوچیکیه دیگه، تقریبا میشه گفت مثل دماوند تو ایران، ولی خب خلوت تره بازم، ولی مردمش مردم یاساشی هم دیگه، مثلا یه سری کاراشون باحاله. آره. ولی توی هم رفته میگم، من خودم شخصا که اومدم اینجا حس عدم بهم دست داده بود. به قول شما تو ایران انقدر که هستی احساس میکنی خیلی هستی. بله. آره، توی ایران، توی ژاپن فهم میکنی. برای همین من همیشه مثلا بچه‌ها میگن که مثلا ژاپن خیلی خوبه، میگم بچه‌ها واقعا بستگی به خودتون داره. خیلی از ایرانی ها اومدن اذیت شدن ها، یعنی مثلا از این بله. همه میدونم. آره، من هم خبرشو دارم. آره. و مثلا میگن خیلی سخته، خیلی مثلا اصلا هیچکی به توجه نمی کنه فلان. بله بله، خیلی من هم قبلا همچین حرفا کمتر میشنیدم، ولی خب الان این پیج خودم رو زدم و دوستان ایرانی مقیم ژاپن هم زیاد پیام میدن، تو دایرکت من میاد حرف میزنم و نسبتا جدیدن این حرف رو منم میشه روان گوش میدن. یعنی این که ژاپن یا توچیگی اوتونومیا بهتون خوش میگذره نشون میده که شما برای ما آدم جذابی هست. بله.
یعنی تو ژاپن به ما خوش میگذره؟ بله بله بله. مرسی، لطف دارین. من آخر هر جای دنیا برم، من یه دوستی داشتم به من میگفتش که ما تو رو اگر توی اتاق بندازیم با یه عقرب، 4 روز دیگه برگردیم میبینیم داریم میزنیم تو سر کله عقربه. من زیاد به شرایط زیاد چیز نمی کنم، من میگم خودم چی کار میتونم بکنم. من همیشه اینجوری قدم برداشتم و اینجا هم همینطوریه، دنبال راه حلم. مثلا در مورد نون همه من میگفتم وای تو خیلی دیگه چیزی، ول کن نون اینجا رو بخور. حالا میگفتم اصلا یه سبک زندگیمو دارم عوض میکنم، تازه فهمیدم که حداقل یه مشما مصرف نکنم، حداقل نونی بخورم که تو گرم گرم نکنم توی مشما. خود اون پلاستیک خیلی چیزه و یواش یواش ماسک درست کردن، خیلی کارا رو دیگه خودم دارم میکنم. برای من این سبک زندگی جذابه، شاید برای خیلی اصلا جذاب نباشه، ولی من اینو دوست دارم. روی این حساب من اگه بفرستن هر جای دیگه ای فکر کنم از اون موجوداتی هم که زنده میمونم. ببین من الان همون لایو پیشین شما با فریدسان، الان فریدسان دارن نگاه میکنن، منم میدیدم تو لایوش، البته زنده ندیدم، خود سیو شده رو دیدم و توش صحبت هایی بود که پذیرش تنوع ذائقه های ایرانی خیلی کمتر از ذائقه ژاپنی، درسته؟ دقیقا. و ایشون هم فکر کنم گفته بودن فقط 20% ایرانی ها ممکنه غذای ژاپنی رو دوست داشته باشن. یه همچین حرف هم. اینم برمیگرده به قوی بودن کلن فرهنگ کلیشه‌ای تو ژاپن، تو ایرانه. حتی ذائقه آدم، درسته؟ و وقتی ببینیم ما از اول اینجوری نبوده که تمام غذاهای دنیا رو بپذیریم دوست داشته باشیم، نه. این چون ما جدیداً مخصوصا بعد از جنگ، این 40-50 سال یا 60 سال اخیر غذاهای مختلفی رو چشیدیم و ذائقه‌مون خیلی منعطف شده، یعنی پذیرتر شده و دیگه ما متوجه شدیم که توی کشورهای دیگه توی جهان غذاهای مختلفی هست که درسته که بهش عادت نداریم اما خوشمزگی خودشو داره. این باعث شده که تمام یا اکثر غذاهای جهان لذت ببریم و توی حالا شاید توچیگی سایتاما و اینا که کمتره، ولی توی توکیو تقریبا میشه گفت تمام غذاهای دنیا رو میشه خورد. اینقدر رسانه‌های زیادی داره. خلاصه این انعطاف پذیری حتی چشایی، بینایی، نمیدونم بویایی، حالا سری پیچ هم گفته بودی غذای ژاپنی بو داره و اینا، خب یه اجازه بده یه چیزی بگم، غذای ایرانی هم از بس بو داره ها، بو داره. بو ببین این تمام ادویه باعث بوه مگه نه؟ آره درسته. پیازا، خب که خود پیاز باقا اندو. بله بله پیاز، بله اون که هیچی دیگه. این ادویه ها که ما نداریم کلا بوه، ولی ما از همین بو هم لذت میبریم. آره ایش میکنه. خب اینه دقیقا. بله این پذیرش رو باید داشته باشیم. دقیقا من برای همین میگم ژاپنیا به نظر من توی خیلی چیزا راحت تر قبول میکنن. میدونی اون روز داشتم چی میگفتم، یکی از بچه ها بهم گفتش که دلیلش اینه که بهشون میگن اینه که هست، به تومو میگفتم، آره به تمومی به من میگفتش که من قراره یه لایو با تمومی بذارم، یه سری سوالات از خانوما داشته باشم، شما به صورت همین دو تا مثلا سه نفری ایشون برای پیش من باشه، بعد شما ازشون سوالایی رو بکنید در مورد زنان تو ژاپن. و گفت من خیلی خوشحالم میشم و قرار شده یه همچین برنامه‌ای در آینده نزدیک بذاریم، فعلا به خاطر کرونا نمیذارم.
بعد توهمی میگفتش که ما به بچه هامون میگیم اینه که هست، تو باید قبولش کنی. یعنی مثلا اگه الان میخوای دمپایی بپوشی تو این هوای سرد، تو سردت میشه که من که سردم نمیشه، خوب بپوشی. آره. و من گفتم واقعا؟ بعد گفت آره دیگه، من بهش اینو میگم و میارمش بیرون. من همینجوری گفتش بهش میگم گامباته گامباته میره. خیلی خیلی موضوع جالب بود برام. خلاصه که آهندو ممنون از واسهتون خیلی امروز. خواهش میکنم خیلی جالب بود. قربان شما، همتون شما همراهمون بودین. امیدوارم که یه سری چیزها رو درک کرده باشین. من یواش یواش لایوها رو میذارم توی یوتیوب، اگر دوست داشتین لینک یوتیوب هم بزنین توی حالا قسمت پروفایل پیجتون، اگه به بچه ها بگید که اگه خواستن برن یوتیوب ببینن. حالا سابسکرایب کنید لطفا. خیلی ممنونم، خیلی جذاب بود. ممنونم، عصر شب بخیر، خدافظ. خدا نگهدار.